هوشم، هم خون سیاه هوشم، از خون سیاه هوشم، هم خون سیاه هوشم، از جام سفید هارم، هر جام دم پوشم، از جام سفید هارم، هر جام دم پوشم، هم ساری از سارم، هم آتش زردوشم، هم ساری از سارم، هم آتش زردوشم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم. دیروز سالم سال دم در برم پویاند بر این براهی، دیروز سالم سال بر ما نظر کن باره این زنگم راهی، دیروز سالم سال دستم بگیر و تایم کن براهی، یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه ها اینجا ایران یه گربه یه هفت هزار ساله که اسم علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سر بریدن به چوبه دار، جواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ هفت هزار ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال، میشه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. روز بد می رود و خوش روز آید، دختر ایران به صلابت پی آزادی می آید. هرچه شکست در طول تاریخ خوردیم،
دختان آریایی امروز ما صلح شورانه اون رو به پیروزی خواهند رسوند و رسوندن به پیروزی رسوندن. مهربان یاران شاد باشید، شاد باشید و جز به شادی پیروزی نکوشید. امروز میخوام بهتون ادله بدم و ثابت کنم که خیزش جوانهای دختان آریایی ما، این قنچه های نوشکفته سرزمین آریایی، پس از بیش از 40 سال ستم آخرین واپسین ستم تازیان واپسین قادسیه بنی هاشم بر میهن من، امروز با پیروزی رسید. ستاره ها درخشید در سرزمین آریایی و دختان سرزمین ما برای آزادی ایران برخواستند، از جان خود مایه گذاشتند و به آزادی رسیدند. این پیروزی که امروز به دست اومده رو میخوان از شما پنهان کنن تا بتونن زود پس از انتخاباتشون سرکوب کنن. بدین رو میبایستی بسیار به هوش باشید و بیدار باشید و در میدان باشید و میدان را خالی نکنید. امروز چند تا آگاهی بسیار مهم به اطلاع شما میرسونم عزیزان من که تأثیرگذار هست در تداوم نبرد آزادی بخشی که رو به پیروزی است. اول از همه بایستی از مردم نازنین من سپاسگزار باشیم، اون مردم فرهیخته، اون دختران آریایی که جان میدهند، زندان میرن. امروز ببینید دختری که میرن زندان همه سلحشوران و زیبارویان آریایی ایرانی هستند. دختران ما سلحشورانه با افتخار میره زندانیش و میکشه میاد بیرون. از آن سو میخوام امروز ثابت کنم براتون که در درون ایران، در درون نیروها و قدرتها و ارگانها، انسانهای آزاده آریایی هستند که فهمیدند سالیان سال برده و کنیز و مزدور سادات تازی بنی هاشم بودند و امروز برای خودشون روی پای خودشون میخوان وایستند و سرزمین خودشون آزاد کن. اول از همه اجازه بدید از یک خوشخبری که تو ایران رایج شده بهتون بگم. اون خوشخبری اینه که درسته که فقر و بیچارگی زیاده و با یه جفت کفش به یکی دادن، یه دست لباس به کسی دادن، یه آلت موسیقی به کسی دادن، همه مشکلات حل نمیشه، ولی این نشانگر همبستگی و همراهی مردم سرزمین ما با هم هست. اون چه؟ اون اینه که این روزها خیلی رایج شده که میرن در خونه ها بسته های مهر و مهربانی رو تقسیم میکنن به بچه هایی که امکانات ندارن، لباس و کفش و کلاه میدن. این مثل سابق، مثل زمان شاهنشاه اینجوری بود، اگر کسی نمیتونست بده برسه، با این که ما روی ثروت خوابیدیم، ثروت ما داره میره به غزه، میره به افریقا، میره به لبنان، میره به افغانستان، پاکستان که نیروی چریکی تربیت بکنن و اینها. ولی مردم ما هوشیارانه دارن دفاع میکنن. من یک نکته بسیار زیبایی رو که میبینم واقعا گاهی اشک شوق در چشمانم میاد. اون چیه؟ اون اینه که مثلا من دیدم یک جوونی میره بر این آقایی که کنار خیابون نشسته آکاردون داره میزنه، آکاردونش قدیمی مال قرنوقی، آکاردون نو میخره بهش. از این کارو بکنی توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست ها که زمان توی، این دیگر افسانه نیست کاوه آهنگر منم. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرماده دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چیوله دار. میگه درون فرومایگان شاد کن، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. شادی به دل مردم بیارید با هر چی میتونید. من به خاطر دارم در کودکی میرفتیم پارک آریامهر در
حومه مشهد بود، حالا شده پارک ملت. می‌رفتیم پارک آریامهر با دوستان و رفقا، بعد می‌دیدیم بچه‌ها بادکنک‌ها رو باد کردن، 10 تا 5 تا 6 تا داره می‌فروشه. من گفتم آقا بادبادک می‌خواید؟ آقا بادبادک می‌خواید. حالا من خورده بودیم، قد همون 8 9 10 سالمون بود. بعد ما سوزن در می‌آوردیم یک سنجاق قفلی، تق تق می‌زدیم، دو تا از بادکنک‌های طرفو می‌ترکوندیم. آیه می‌کرد، داد می‌زد. ناراحت گفتیم ناراحت نباش، چقدر قیمتش؟ یک قرون دونه، یک قرون. ما هم دو قرون بهش میدادیم، گفتیم دو تا ترکوندیم. خوشحال شدی؟ گفت بله، بازم بترکنن، بازم بترکن. ما هم همه رو میترکوندیم، تق 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 تق. یه دو تومانی مثلا بهش میدادیم، بچه خوشحال میشد. ببینید اینجور خوشحالی ها و شادی آفرینی هاست که روحیه میده به بچه، قدرت میده به بچه روحیه. پس میدونه آدم هایی هستن که به فکرشان آدامس میفروختن بچه ها اون موقع. آدامس ما صدا میزدیم بچه رو، بودیم اینجا. گفت ها اونجا میبینی شش تا دختر نشستن با مادرشون هم. آره آره، آدامس ها دونه چنده؟ میگفت یک قرون. یک تومن بهشون دادیم، گفتم برو با هر کدوم های یکی کادو بده. آی خوشحال میشدی پسر آدامس هایی که باید تا آخر شب میفروخت به 5 دقیقه ما جوری ازش میخریدیم، خوشحال میشد میرفت. الان شما دارید این کارا رو هم میکنید در راستای نبرد آزادی بخشی که میکنید، مردم رو دارید خوشحال میکنید، توهی دستان رو دارید خوشحال میکنید، مثل همین جریان آکاردئونی که دادید. حالا نکته دیگه که پیش از هر چیز وارد بحث هستی بهش میخوام بهتون بگم اون اینه که هر از چند یه شایعاتی رو میدونید که الان دیگه دنیای شایعات که میخوان هر جور شده سر شما رو گرم کنن، سر شما رو گرم کنن. فیلمی که دارید میبینید پشت سر من اسمش هست One Night with the King، این خشایار شاهه، خشایار شاهه که قصهش خیلی زیباست. این فیلمش پوزیتیو برای ایران هست، ساخته شده در هالیوود، سالها پیش بارها در موردش من صحبت کردم، برید ببینید، قشنگه، عجنگ فیلمش. One Night with the King، یک شب با شاه، شاه ایران. خلاصه این آقای عمر شریفه، عمر شریف اینجا پاریس بود و روان شاد، انسان نازنین و مهربانی بود و در فیلم هیدالگو با مارشال منش بازی کرده بود. بعد به من میگفت که عمر شریف، میگفت من با خیلی بازی کردم ولی جوون رم زیاد ندیدم، ولی همون تایم کمی که با هم توی این فیلم برداری بودم من تمدن آریایی رو، چون خودش مصریه بود از جهان رفت، گفت من تمدن آریایی رو، شرف و مهر آریایی رو در وجود این مارشال منش دیدم. عمر شریف میگفت. بله دوستان مهربان، نکته مهم اینه که هی میاد به ما میگن آقا فلانی مرد، فلانی مرد، فلان. ما چند شب پیش که همین واسه خاطر یلدا و کریسمس اینا جمع بودیم، یک خانم، یکی از خانم ها به من اومد گفت این دوست شما هم که میگن از دنیا رفته. گفتم آقای استاد گلپار میگی؟ گفت نه آقای سید کریم. گفتم نه بابا خدا نکنه، سید کریم حالش خوبه، سلامت. گفتم حالش خوبه. یهو ناراحت شدم می‌خواستم چیزش میگم، گفتم چرت و پرت. گفت گفتن تو اینترنت ها نمیشه اینا. گفتم پر کن اینا چرت و پرت. آقا ما اومدیم خونه دو روز نگذشت دیدم دیروز سید کریم زنگ زد. اینقدرم خوشحال شده، من میدونستم چون جویای حال سید کریم عزیزم من هستم، تأثیر دوستان خبر دارم که حتی برنامه هم داره لندن و اینها مرتب. تا زنگ زد و صحبت شد گفتم بابا بذار صدات ضبط کنم به خاطر این که آقا بدونی که من بهش میگم جریان چی بود دیشب پریشب و اینا، خودش بشنوید چی میگه سید کریم عزیز. که یک مهمان نازنین و ارزنده داشته باشیم، یه مهمانی که سالیان سال همه ما با صداش عشق کردیم، مهر کردیم در سر تا سر جهان و با لطیفه های زیباش روحیه شاد گرفتیم و همچنان این هنرمند نازنین در لندن مشغول فعالیت است و خوش به حال اونایی که میتونن برن و ببیننش در محلی که اجرای برنامه میکنه. اینشون آقای سید کریم گل نازنین خودمون هست. درود دارم بهشون آقای سید کریم، درود بر شما، حالتون چطوره؟ درود بر
بر شما، درود بر شهروندان شما، درود بر ملت شریف و نازنین و شیرزنان ایران مخصوصا. واقعا شیرزنان ایران، واقعا شیرزنان. آقای سفکریم حالتون چطوره؟ چه خبر؟ تازه دوستان همیشه جای حالتون هستن. چون افتاده بود که سفکریم مرده، بعد یه خانواده من دیده گفتن خیلی مزدر خدا رحمتش کنه، شما خیلی شبیه سفکریم خودم هستم. این هم نتیفه جدید بود برای تو گفتن. بعد یه خانومی هم شیرزن بود، سوخی همون دست بودن که یه ماشین شخصی جلوش نگه داشت سوار شد. خانوم کجا برم؟ گرگنی برو. گفت خانوم بگو کجا برم؟ بابا هرچی من میگه برو. گفت کجا آخه برم؟ گفت بابا مملکت ایرانه بهت میگم برو برو. گفت کجا؟ گفت برو بیامو. گفت خانوم پیاده شو، میخواد به جرمه تجاوز منه بگیرن. بمارسی تجاوز شد ایشان بمار. واقعا سفکریم جان، شما استاد نازنین، استاد گرامی، همیشه باعث افتخاری و دلشادی مردم، دلشاد. اتفاقا ببینم حرف تو شکر اینجا شده و سال تعبیر سال جدید نیویر میگن، من چی میگن ما اون فارسی رو اصلا یادمون نکسیم بریم بپره چون ذات اونه. اینجا شد نیویر، شد 60 ساله که سفکریم افتخار بوده که مردم ایران بخندن. آفرین. خدا رو شو دم خدا گرم، جز خدا هم هیچ که نیست. میگه خدا یا بالاتر از آن که بگویم چون کن، اینو سردر خونتون بنویسید، این مرد رو اگه گوش میکنید، خدا یا بالاتر از آن که بگویم چون کن، خواهی بسوزن جگرم خواهی خون کن، من صورت هنوز عیب خود بی خبرم، خدا نقاش توی عیب من رو بیرون کن. آفرین. نه بهره بردیم میبریم آقای سفکریم عزیز، خوشحال شدم واقعا. بهترین ارمغان شنیدن صدای شماست و این آواز و این لطیفه های زیبای شما که همیشه شما شادی آفرین بودی برای مردم سرزمین. هر جای دنیا هست به ایران الان در این سیستم خدمت بکنه خیانت به همه ملت دنیا کرده. بله. این حرف منه. بله. تنها کشوری که در دنیا توش دین نیست دو سه کشوره، یکی ایرانه، یکی افغانستانه، یکی سوریه است، یکی روسیه است. 36 میلیون شاه بودن، شاهنشاه بود. آفرین. 36 میلیون شاه بودن، کجای مردم؟ چه غلطیم تو خواب بی خودی؟ 36 میلیون شاه بودن، این خیابون پهلوی شب جمعه را نبود بری، بعد بودم دیدم 6 صبح از جبه میاره عروس میگردم. لا خدا گلستان ارم بود، وطن نبود، گل بود اونچه گل بود. بله. حالا صد کردیم جان، الان بخوای یک هدیه بدی با اون صدای قشنگت به مردم، به اونایی که ما را همه جای دنیا دارن میشنون، یک شعری بخوای بخونی هر جور دوست داری چی عزیزم؟ نگار آرزو دارم ببخشی جرم و تقصیرم، من از افکار ناهموار خود به راه دلگیرم، که ببخشید مرا ای مردم ایران، من از غصه میمیرم. اینا بهش خود شما رونت برم زنده باشی. ما مهرمان یاران دیماه امسال هستیم، دیماه 7761 آریایی میترهی، و سفکریم عزیزم همونطور که میبینین با مهر یزدان پاک سر حال، سر زنده، خوش آوا، خوش صدا، و این هدیه بود که به شما داد بدون موسیقی، بدون هیچی، و چه شعر قشنگی سفکریم عزیز. مرسی عزیزم.
ایام به کامل باشه انشاءالله، آب قربت به کامل شیرین باشه، چشم دلت به اون آب خال روشنش. قربونت برم. شما هم همینطور رای ست کردیم، شاد و خوش باشید. و من در جواب شما پیش از خداحافظی اینو بگم که مردم شما رو نباید بیامرزن، تو باید مردم رو بیامرزی، چون تو جز خدمت به مردم نکردی و مردم ایران به تو بدهکارن و تو باید مردم رو بیامرزی. عزیزم میبوسم ات. صد کریم عزیز، شما گوش دادیم موضوع رو گفتی، دمت بکنه. رضا قصاب بایستده بودم تو کنزینگتون. خب خب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده رو دیدم، سلام علیک کردم، هر ادب کردم. گفت سر کریم میدونی چی شده؟ گفتم نه آقای دکتر چی شده؟ گفت هاشمی رفسنجانی عفو شده. گفتم آقای دکتر معذرت میخوام، ما باید اون عفو بدیم، ما کار نکرد که ما رفت بکنیم. آفرین آفرین. اشتباه گفتم؟ خیلی قشنگ گفتی، خیلی قطع. ما باید این رو حفظ کنیم، اون رو ما رو حفظ کنیم، ما کاری نکنیم، ما مردم خندوندیم، شاد کردیم، سرحال آوردیم، از بستان و قم دلشون آوردیم. آفرین. اون خم تو دل ما نشونده، وحشت تو دل ما نشونده، ما باید اون رو حفظ کنیم. حالا راستی رضا حالش چطوره؟ رضا هم دیگه نیست، مثل اون همسایش، همون اسخر هم مثل این که نیست، از دنیا رو افاره. صد کردن جان؟ بله جدا شدن اینا. بله آخه بچه خیلی خوبی بود، خیلی خیلی بچه خوب بود، خیلی. حالا اینی که گفتی ببین، حرف رو حرف میاره. صد کریم جان جالب اینا مردم بشن. یادم میاد چند سال پیش یک کسی که سالها تو خارج پناهنده بود، یه شخصیت سیاسی بود، میره سفارت همینجا پاریس که پاسپورت بگیره بره ایران. بهش میگن ما به شما پاسپورت میدیم ولی یه شرط داره. میگه بفرمایید. میگه کاغذی بگیر، یه توبه‌نامه اینجا بنویس. میگه چاش بده. کاغذی میگیره، میگه شما کل رژیمتون از بالا تا پایین، از رهبر تا رئیس جمهور، مجلس، پاسدار، همه شما بی شرف ها بایستی توبه کنید، نه من. ما هر کار کردیم پای حرفمون هستیم. این حرف قشنگ تو. من گفتم چادر سرت نکن، چادر سرت بکن، اما زوری سرت نکن. آفرین آفرین. صد کریم جون خیلی خوشحالمون کردی. خیلی خوشحال شدم صدای استاد شنیدم. دمت گرم. خیلی قبول. امیدوارم که هرچی از خدای بزرگ بخواه بهت بده. جز خدا کسی نیست، اون یکی از و دو نیست، داده سرون فقط کنه، باقیش دکونه. زنده باش، زنده باش. دعای خیر تو بهترین ارمغان برای سیاوش اوستا. بسیار سپاسگزارم آقای صد کریم، استاد عزیز، میبوسمت در پناه اهورامزدا. قربان تو، خدا نگهدار. حالا مهربان یاران، نکته بسیار مهم اینه که اگر به خاطر داشته باشید، یه فیلمی هست که همه شما رو دیدید، یک آخوندی اسمش مصباح، احمد مصباح، با این مصباح یزدی رژیم فرق داشت. این آیت الله احمد مصباح از دوستان من بود، از ایران فرار کرده بود، رفته بود عراق بود و بعد از عراق اومد پاریس و بعد ما بردیمش آلمان و سالها آلمان بود و تا دنیا رفت. آدم خوب بود، مخالف رژیم بود. یه وقتی می‌خواست از خارج شه، از عراق بیاد، گفتم آقا تو که الان عراق مهمون صدام حسینی و حضرت خوب می‌مونا، یه بری تفاهم بگی برو هند، از هند بیا اینجا. گفت هند برم چیکار؟ گفتم هند برو تحقیق که روی بابا ننه خمینی، این سیک هندی بودن، اینجور بوده اینجور بوده. بنده خدا قبول کرد رفت، وقت گزارش هم درست کرد. بعدش ما یه فیلمی ازش گرفتیم که شما همتون دیدید، که ایشون عکس گرفته، عکس پرچم ها اینا رو. خلاصه ایشون ثابت کرد که این آرم جمهوری اسلامی، آرم سیک های هندوستان هست و عرض کنم خدمتتون خمینی هم ریشش و نیاکانش اهل هندوستان بودند و هندو دین هم هستند و غیره و غیره. برای همین هم هست که شیر خورشید ما رو برداشت، جاش سه تا خنجر گذاشت. حالا جالبه، یک گزارش رو یک خانمی از سیستان بلوچستان تهیه کرده که تو این گزارش آقا نشون میده که من تا حالا نمیدونستم که حتی تو خود ایران معبد هندوهای عزیز، ما با کسی مشکلی نداریم، ولی میگه چرا خورشید ما رو برداشتین، جاش دادین بود. تازه هندوها خودشون هم بیخبر از این قضیه، خمینی این کاری کرد، پدر سوخته.
این هندوهای عزیز در زاهدان معبد و نیایشگاه دارن و یه دختر خانم آریایی ایرانی با لباس زیبا رفته گزارش تهیه کرده. ببینید که این مکان توی شهر زاهدان قرار داره. سلام، امروز با هم اومدیم گلواره سی که عبادتگاه هندوهای شهر زاهدان هست. به پیامبرشون بابا نانک میگن که 500 سال پیش توی مکه زندگی میکرد. توی این دین فقط خدا رو قبول دارن، هیچ بتی رو نمیپرستن و نمادشون این هستش که بهش اکیونکا میگن که زمانی که شما اینو برعکس میکنید الله خونده میشه. خب این نماد کاندا هستش که دوتا شمشیره و شبیه آرم پرچم ما. به عالم دینیشون سردار میگن که توی خود گودواره زندگی میکنه. برام خیلی جالب بود که مراسمای عبادتشون همراه با ساز و آواز. یک سند بسیار مهمی که پیشکشتون میکنم امروز و پیش از اون از مهر یاران سپاسگزارم، چون اینی که بچه ها بر من فرستاد بعد منتشر شد زیاد روی اینستاگرام منور میبینید، در رابطه با این که بارها در برنامه ها من خدمتتون عرض کردم یک بررسی و پژوهش تاریخی رو دیگه که سیاوش اوستا به شما پیشکش کرده به عنوان ارمغان دانش، ارمغان تاریخ، این هست که ثابت کردیم براتون که اسلام اصلا به وجود میاد به خاطر این هست که روم اونو به وجود میاره که یک سری سپاه گرسنه و پابرهنه درست مثل داعش الان و احمق و خر که بران روم کشته بشن و هوای این که 73 تا باکره دختر در اون دنیا اینها رو چه خواهد کرد. خلاصه اسلام را اصلا برای این میسازه روم تا تقویتش میکنه برای نابودی ایران. برای همین که در سوره روم در ابتدا هم 5 تا آیه هست برای نابودی ایران که الله که بت بزرگ قریش هست و خداوند نیست، خواهان نابودی ایران و آریایی است و ناراحت از این که ایرانی ها در برابر رومی ها پیروز شدن. حالا این که بارها ما بهتون گفتیم الان هم جا افتاده، بسیار هم سپاسگزارم از مهربانگران عزیزم، بسیار فراوان عزیزانی که این موضوع رو رفتن شکافتن و اسناد تاریخی بیشتری در آوردن و ارائه کردن و میکنن و اینها. بچه ها برای من یک سندی فرستادن از یکی از این صحبت های گجستک پلید خمینی که اعتراف میکنه به این قضیه، اعتراف میکنه که اسلام برای نابودی ایران ساخته شده و محمد خوشحال و خرسند بوده از این قضیه و غیره. جالبه ببینیدش. میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم؟ شما میترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستیم؟ صحیح هست نگویید، تظاهر نکنید. حالا در همین راستا که بایستی شما بدونید، خصوصا که من اینو به آگاهیتون برسونم، الان در ایران دیگه خوشبختانه در هر ارگان قدرت که شما برید نیروهای آریایی، یعنی همون ارتش شاهنشاهی که من یاد کردم ازش و میگیم نیروهای آریایی، در برابر انگشت شمار تازیانی که در قدرت هستن و اینا رو کاشتن که ما رو بکشن، نسل کشی کنن، نابودی کنن، اینا درگیرن و الان حتی در دادگاه ها، برخی از دادگاه هایی که شما، من سراغ دارم ها، نمیخوام اسمشو بگم که برن افراد بگیرن، در مشهد، در تبریز، در اصفهان، در رضائیه، در زاهدان که اصلا نگو، در مناطق کردستان، در خیلی از دادگاه ها هست که اینها دیگه حق رو به مردم میدن، نه به این سادات بنی هاشم تازی که چه پاکستانی تبار باشن، چه داعش تبار باشن، چه عراقی بعثی تبار باشن، چه فلسطینی تبار باشن، چون اینا الان 44 سال اومدن تو ایران زاد و ولد کردن، تعدادشون زیاد شده. بهتون بگم
الان ما خیلی فلسطینی تو ایران داریم که فارسی حرف میزنن، زن و بچه دارن، مثل تمام کشورهای دیگه. اینا رو اینا جایی که کاشتن ایرانی ها، الان دیگه آریایی ها اکثریت این روشن شدن، اینو فهمیدن، برخورد میکنن. به خاطر همینه که اخیرا هم دیدید که یکی از عزیزان ما رو که کشته بودن، رخته بودن تو خونش، کشته بودنش، قاتلینش که از حزب اللهیای درجه یک هستن و گروه سرکوبگر نظام هست و اینا، محاکمه شده، محکوم به اعدام. درست مثل اون جریانی که در سبزوار پیش اومد و اون جوان دلاور رو شهید خوندن و بعد قاتل رو گرفتن و چه و چه. یعنی الان اگر مردم شما شجاعت و رشادت مثل دخترها داشته باشید که در برابر اینها وایستید، همونجوری دخترهای شیرزن در برابر اینها وای میستن، درگیر میشن، خواهید دید که پیروز شدیم. دخترها الان پیروز شدن، مونده شما پیرپاتالای ترسو، بعضی از این جوانای دیگه ترسو که به فکر دکونش، بقالش، عطاریش، نونواییش، پستشه، بزنید. همه اون آتشقال آخوند و مانخوندی که میبینید اومده به شما دستور میده، بچه آخوندی که گذاشتن رئیس شما هست، این اصلا بزنید در بداغون کنید. اکثریت ارگان های قدرت با شماست، اکثریت ایرانی های آریایی با شما هستن، در این شما شک نکنید. عزیزان من، نمونه هاش هم بسیار زیاد. یکی نمونه دیگه که من امروز در همین راستا میخوام خدمت شما پیشکش کنم، مربوط میشه به یک مصاحبه ای که یک نازنین خبرنگار در داخل ایران، اسفندیار، با عمادالدین باقی انجام داده. عمادالدین باقی از پایوران نظام جمهوری اسلامی است و بعد گرفتنش رفت زندان و روزنامه‌نگار دامادش محمد قوچلی 20 تا روزنامه رو سردبیر بوده، چند تا 20 تا شاید هم بیشتر، توقیف کردن اگر گیر بشه اجازه داد، توقیف کردن اگر بشه اجازه داد. اینا پایوران نظام هم میخواه بهتون بگم. آقا این الان که به اصطلاح مدافع زندانیان سیاسی است و مثل فریده مرادخانی که الان در زندان هست برای چیز حذف اعدام در ایران تلاش میکنه و فلان اینا، یه مشابه کرده توی مصاحبه، اطلاعات خیلی جالبی میده. بعدم یادتون نره اونایی که توی ایران صحبت میکنن که مثلا نمیتونن صحبت کنن، که ما اینجا واضح رک صحبت میکنیم، مثلا اینا اونا میترسن که بگیرنشون نگیرنشون، برام یک جورایی صحبت میکنن که میگیم در لفافه، ولی واضح میگه، واضح میگه که میگه آقا کل قوه قضایی ما تو مثلا تهران رو میگه، شهرستان دیگه هم همینجوره، میگه یک شعبه داره یا دو تا شعبه، یعنی توی دو تا شعبه سه چهار تا قاضی، دو تا سه تا چهار تا قاضی بیشتر هم نه هستن که اینا پرونده های خاصی رو به یک ویژه خاص، به یک شعبه خاص ارجاع میدن، اینا هم حکم اعدام میدن پدر سوخته. میگه وگرنه بقیه قضات اکثریتشون چنین حکمایی نمیدن، با مردم هستن، در کنار مردم هستن، همچنان که بارها تو تاریخ هم پیش اومده که کسی که حکم اعدام بهش دادن، از اون طرف یه قاضی دیگه اومده اون حکم اعدام رو لغو کرده، قاضی ایرانی. بله ما قاضی داریم، قاضی های زیادی رو به شما بگم که بدونید که از کار خودشون اومدن بیرون، شوفر تاکسی شده. قاضی من میشناسم که رفته بختره‌کاری میکنه، کشاورزی میکنه. قاضی های خیلی، قاضی که سالیان سال قاضی بوده من میشناسم، رفته راننده اتوبوس شده، اتوبوس. دو تا هم میشناسم که اومدن بیرون رفتن خلبان شدن، خلبان. به جایی که میگه طرف، میگه من وایسم جا آدم خانمم استره، استر هست، یعنی ستار، یعنی ستار، ستاره، استار و ستاره هم که میگن واژه پارسیه، به زن قشایار میشه، زنشو بهش میگن باید برقصه برامون، نمیرقصه. وشتی، وشتی، یه دوستی من داشتم وشتی بود، حالا تو چرا کجای وشتی جان؟ آمریکا بود. خلاصه میگه که وشتی نمیرقصه برای مهمانای خشایار شاه، بعد ناکسا کلک زده بودن این کار میکنن، زنش طلاق بده وشتی آریایی رو، بعد میرن کسایی که این خانم استر رو تربیت یافته بود و اینها میارن زنش میکنن، میشه زنه. خب قصه ای داره دیگه، اون قصه شو دوبال میکنید. اونجا هم دوتا درگیری دارن خود یهودی ها با هم، هامان که خودش یهودی است، از تبار
یعقوب ولی از فرزند دیگرش با مردخای اینا با هم دعواشون میشه، خلاصه توی دربار و فلان با همینا، و در یک روز مثلا یک 700 تا یا 7000 تا ایرانی کشته میشه که سر دعوا با خود یهودی ها بوده دوتا قدرت، مثلا اسحاق رابین هم که زدن کشتن، اونم هامان رهبر یک فرقه دیگه یهودی است که اینو در موردش قبلا صحبت کردم. حالا به هر حال اینم فیلم وان نایت ویت د کینگ هست که دارید میبینیدش ببینیدش. خلاصه عزیزان من، قضیه به اینجا ما میرسیم که ببینیم عماد الدین باقی تأکید میکنه و تایید میکنه که اینها تازیان، عراقی ها، بعثی ها، فلسطینی ها، لبنانی ها، معاودین عراق که دارن در ایران حکومت میکنن اشغالگر، و شماها باید اینها رو از اون سرزمین آریای بیرون کنید. شما میخواین اسرائیل از فلسطین بیرون کنین، خودتون رو باید از اینها بیرون کنن اشغالگرین. همه این سید میده اما مثل هایی که دارن میکشین بچه های ما رو، هر روز صبح و شب هم دارید میکشید. ایرانی که ایرانی رو نمیکشه که، ایرانی تا دادگاه که میره به نفع اون پلیس ایرانی از بچه ایرانی دفاع میکنه، میگه روسریت آزاد، هر جو دارید میخواد به پوشا با یک روسری بچه ما رو میزنید میکشین. اما این اسرائیل اشغالگره ها؟ اشغالگر شما این تمامتون. حالا این صحبت‌های ماده دین باقی که چند دقیقه است فقط، می‌بینید که تأکید داره به این که اینا خیلی‌ها رو اعدام می‌کنن نمیگن، و از همه مهمتر، از همه مهمتر، چهار تا قاضی رو کاشتن و هر پرونده‌ای هم که در رابطه با بچه‌های آریایی ایرانی هست به اینها ارجاع میدن که اینها حکم اعدام میدن، زود می‌کشن بچه‌های ما رو، قاتل، جنایتکار. و تو اونجا بخوان جوک بگو، خنده بکن، بیزنست بکن، دبی تو برو، لندن تو برو، عشقت بکن، تازی بر تو حاکمه، تازی بر تو حاکمه. یک دتون نوکرین، نوکر بنی هاشم. امروز دیگه از خمینی براتون پخش کردم که ثابت بشه بهتون با تشکیلات اومدن این امپراتوریای ما رو نابود کردن، با تشکیلات اومدن، با نظم و ترتیب اومدن، نظم نوین جهانی میگن، این نوینه، یعنی هی اپ تو دی شده و میشه. نظم جهانی بوده، متحد بودن برای نابودی ما. برید برنامه پیشین رو گوش کنید ببینید اعتراف یک پایور نظام رای دیگه میدن بذارید اونجا بره، و شما ببینید اینا تو زندان میمونن یا نه. یا مثلا فرض کنید آقای دکتر قره‌حسن رو، خب من یه چیزی مفصل نوشتم، حالا خوشبختانه روزنامه جوانم مفصل منتشر کرد، چون یه اختلاف نظری بعد اونجا هم توضیح دادم ادلهشو. بعد شعار میدن، میگن بله اینا تروریستن، اومدن تو اون صحنه زدن کشتن. خب زدن چه ربطی به آقای قره‌حسن رو داره؟ خود قاضی که با همه تندیش حکم داده ایشونو متهم نکرده به دخالت در قضیه. حالا شما چی میگید تو این جفسازی و تبلیغات؟ دو تا شعبه ما داریم تو دادگاه انقلاب، از شعباتی هم که اصلا تو افکار عمومی روشون موزه هست، جامعه حقوقدان ها به کل اصلا معتقدن که اینا شمونات قضای رایت نمی کنن. توجه میکنید؟ شما ببینید بسیاری از پرونده های مربوط به اعتراضات، پرونده های سیاسی، حالا اینا میگنم همه میره دو تا شعبه خاص، تج نظرش میره دو تا شعبه خاص. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا اینجوری کانالیزه میکنید؟ بعد هم هر کی حرف میزنه میگید آقا این مسیر قضایش رو طی کرده، طی نکرده. شما در واقع اومدید این کانالیزه کردید، یعنی نگذاشتید این مسیری که باید طی بکنه، فرستادید یه شعبات خاص. مشکل ما شعبات خاص، مشکل قوه قضاییه نیست. ما واقعا صدها قاضی داریم، قضات شریف کم هم نیستن. این مثالش در مورد ایمیل خودتون زدید. بله. در مورد ایمیلی که بله بله مثالشو زدید. فر اون اونا بعضیشونه. من واقعا بعضی قضاوت میشناسم به نظرم از لحاظ شخصیتی و از لحاظ حقوقی حقیقتا اینا در تراز بین المللی میتونن مطرح باشه، ولی اینا جایگاهی ندارن، تو خیلی این پرونده ها دخالت داده نمیشه، اینا میذارن کنار.
چند تا شعبه و چند تا قاضی خاص با آبرو و حیثیت صدها قاضی و کل قوه قضاییه بازم. من سوالم اینه که این چند تا شعبه خاص رو چرا، چه مسئولیتی، چه عاملی به ایران مسئولیت داده؟ چرا جرأت نمی کنید اینا رو تغییر بدید؟ چرا جرأت نمی کنید قاضیش رو عوض کنید؟ چرا جرأت نمی کنید پرونده رو به شعبه دیگه بدید؟ از کجا هدایت شده که چند تا شعبه خاص ما داشته باشیم که فقط پرونده رو بدیم اینجا؟ این از کجا داره؟ اون پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هم همینجاست. شما نمیدونید از کجا؟ چرا؟ همه میدونن، همه میدونن. بله. بالاخره ببینید چیز نیست، با همون قضاوت هم که صحبت کنید میدونن، هم میدونن که این خجوات بگرنه خیلی از اینا اصلا واقعا اگر یه سری این کاپیتالیسم قضایی که ایجاد شده نبود، اصلا چه بسا بعضی هاشون خودش رو اصلا در مزان اتهام بودن. درجه میکنید میخوام بگم چجور چند نفر میتونن با اعتبار این همه قوزی و قوه قضایی و کشور بازی کنن و محکم هم سر جاشون باشه؟ برای اینکه ثابت بشه بهتون که این اقلیت بسیار کمی هستن در خود سیستم، حتی که بنی هاشم و تازی و اشغالگر هستن و بچه های ما رو میکشن، نسل آریایی رو میکشن. این سیستانی هم ببینید خیلی جالبه، یارو اینم باز به زبان بیزبونی حرف میزنه چون که نمیتونه واضح بگه. یارو خودش یک ارتشیه، یک سپاه، یک بسیجیه، یک پاسداره، میگه آقا ما تو ساختمونه که میشینیم 144 خانوار هست، 4 تا چادری داریم. میگه 4 تا چادری داریم ما، 4 تا توی. بعد میگه همه پاسدارن. میگه برج ما همه پاسدارن، خانواده پاسدارا. میگه تو خانه هیچ کدوم، تو خانه هیچ کدوم عکس خامنه ای و خمینی، میگه عکس آقا وجود نداره دیگه. خودش داره اعتراف میکنه. ولی خب باید 30 سرش بندازه زمین، باید 30 جور صحبت بکنه که نگیرنش، زندانش نکنن، باید 30 جور صحبت کنه. ولی شما ریشه سخنش رو گوش کنید، ریشه سخنش چیست و چی میگه. این مهمه. 144 وایدی 45 چادری هست. خونه های پاسداره عکس آقا نیست. تو خونه پاسداره ما عکس آقا جمع شده. همسایه های بالا پایین شعار می دادن چادری می رفت داخل آسانسور بهش می خواهیم دیدن. برحال دوستان مهربان، برای اینکه اینطور جنگ تن به تن شروع نشه تو داخل ایران و ایران آریایی و سربلند به پیروزی برسه، الان ما پیروزیم، تا الان بچه ها پیروز شدن. ولی یادتون نره، یادتون نره اگر از این دستاوردهای خودتون پاسداری نکنین، بعد از انتخاباتی که اینا دارن، چون انتخاباتشون در راهه، الان تقریبا در 56 کشور امسال انتخابات هست که 4 میلیارد از 8 میلیارد 4 میلیارد رأی باید برن بدن. اونایی که بتونن رأی بدن 4 میلیارد میلن رأی میدن. خیلی مهمه. روسیه، انتخابات ایران، آمریکا، همه جا. این انتخابات که هست، جامعه باز، جامعه باز با جامعه بسته و دیکتاتوری در نبرد، هزینه های زیادی هم شده روی جامعه باز. الان هر کی ننش قرار میکنه از ایران بیاد خارج، میره یک جایی میشینه یک سایت اینترنتی وا میکنه، بهش پولم بدن و هم باید که اپوزیسیون باشه، که همه در کنترل خودشون باشه. نظم نیروی جهانی، ما مصاحبه داریم با آقای دکتر شاهین نژاد، حتما گوش کنید، که ایشون در امریکا میگه که وزارت امور خارجه ما رو خواست که آقا بیا پول بهتون میدیم، شما من کار کن، گفت ما پول داریم، ببین نمیدیم، یه سایت دارن. یعنی اینا الان هم اینجا میگه که جامعه باز برای اینه که هیچ جا بوتی نباشه، رهبری. ولی جمهوری اسلامی تا حالا چون تونسته بسازه و چون امکانات مالی زیادی در اختیارش بوده، یادتون نره جمهوری اسلامی اگر تا الان مونده، یکیش ذلت پذیری شماست و ترسو بودن برخی. جوابین دکتر اومدن پیروز شدن، حقشون رو گرفتن. کی تو ایران دیگه روسری سرش کنه؟ کی دیگه اجباری میگه هست روسری؟
این ببینید اینم تو ایرانه. نصف جهان اصفهان، نصف جهان یه کار خیلی قشنگیه که برای من فرستادن و شما اولین بار دارید میبینیدش. خب شما مردم بتونین حق خودتون آزادی بگیرید، آزادی بیان، آزادی نفس کشیدن، آزادی از بردن از امکانات مالی و سرزمین، شما باید به زندگی خودتون سامان بدید عزیزان من. این دیگه دست شماست. و چون همیشه به پایان برنامه میرسیم، ازتون پروانه میخوام که با شما مهربان یاران خداحافظی بکنم، بدرود بگم تا برنامه دیگه. شما رو به یزدان پاک اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی بسپارم. از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم. از همه شما مهربان یاران که میایید به میدون و در میدان هستید تا آزادی کامل بیاد. آخوند و شیخ و ملای تازی مهاجم بهره نبره که بخواد انتخابات خودش رونق بده، یه کمی ول کرده و شل کرده، از این شل ولیا بگیرید بهره ببرید. به زودی رنگ ایران عوض میشه، به زودی ایران دیگری خواهید داشت، به شرطی که پشت سر دخترانتون برید و مردها رستموار
از زنها و دختران ما دفاع بکنن. اون شورش ها، اون کانون های شورشی و سلحشورانه ای که می اومد تو خیابون حزب الله رو در بداغون میکرد، پوزه هاشون رو به خاک میمالید، کردن دیگه رژیم هم تسلیم شد. اون کانون های شورشی الان زیرزمینی هستن، کار خودشونو میکنن، از ملت ایران پشتیبانی میکنن. شما هم از اون پشتیبانی کنید تا آزادی بیاد و این آتش زرتشت، این شعله ها و آتش زرتشت که نیرو انرژی و نور هست به یادگار خورشید تابان، برای همیشه در ایران فروزان باشه. بدرود و خدا نگهدار. و تنها نسیم خنک و دلنشین نیشابور شاخ و برگ ها را نوازش می دهد و آهنگ زیبا و آرامی را می نوازد. چهار مرد ریشو و خشن و عبوس از دیوار باغ فرود می آیند و به آرامی وارد اتاق خواب خیام می شوند. دو بالش را بر روی صورت خیام و دخت سمرقندی می گیرند و دست و پای آنها را محکم در دست می گیرند. دقایقی بعد خیام و زهره هر دو جان می دهند. چهار تازی ریشو و عبوس از درب باغ خارج می شوند و با هم آیا سلت از دور جوانی نه، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی نه، خوش باش دمی که زندگانی Thank you.
برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.